جاده مخصوص قاچاقچیان. این تنها راهی است که ما را به قلب کوهستان قندیل میبرد، محل حضور پکاکا و پژاک. قندیل ادامه رشته‌کوه های زاگرس است، کوه هایی درست زیر چانه گربه نقشه ایران. از اینجا به بعد قلمرو پکاکا رسما شروع می شود. ما به دیدار مرد شماره دو پکاکا می رویم، کسی که از 12 سال پیش بعد از دستگیری عبدالله اوجلان رهبر پکاکا این نیروها را در این کوه ها رهبری می کند. از این نقطه به بعد فیلم برداری برای من ممنوع می شود. تا به اینجا برسیم، قرارگاه موقت پکاکا، محل دیدارمان با مراد کارایلان. سال هاست پکاکا صحبت از زمین گذاشتن سلاح ها میکنه، اما این نشده. چرا؟ ما تا به حال چند بار آتش بس یک طرفه اعلام کردیم و خواستیم گفتگو کنیم، اما هر بار ارتش ترکیه به عملیات خودش ادامه داده و این مانع ادامه آتش بس ها و به نتیجه رسیدن مذاکرات شد. علاوه بر این هنوز تفکر یک ملت با یک زبان به عنوان ترک وجود داره و این ذهنیت دولت ترکیه است که تغییری نکرده. در این مقطع به نظر ما دیگر راهی جز یک قانون اساسی تازه که بتونه همه اقوام رو به طور برابر پوشش بده و حقوقشون رو در نظر بگیره وجود نداره. قانونی که نظام فدرالی رو در بر داشته باشه و در این چارچوب برای کردها هم خودمختاری در نظر بگیره. این تنها کلید حل نه تنها مسئله کردها که مسئله همه قومیت ها در ترکیه است. البته آزادی رهبر ما آقای اوجلان هم مهمترین شرط پیشرفت این گفتگو هاست. خب الان حزب عدالت و توسعه میگه حاضر درباره این خودمختاری هم حرف بزنه. اگه باب مذاکرات باز شه، شما حاضر این سلاح زمین بذارین؟ سلاح‌ları bırakacak mısınız? Sorun şöyledir. Biz köklü çözüm temelli. اگه موضوع یه راه حل ریشه‌ای باشه، ما کنار گذاشتن سلاح‌ها رو مد نظر قرار میدیم. اما اینکه قبل از هر چیز بگن اول سلاح زمین بگذارید بعد حرف بزنیم، این راه رو میبنده. به خصوص که حزب عدالت و توسعه در حل مسئله کردها چرخش‌های زیادی داشته. با همه قول‌هایی که داده بود بعد از انتخابات لحنش تندتر شد نسبت به کردها. حتی گفت مشکل کردها دیگه وجود نداره. نمونه بارزتر این چرخش هم زمانی بود که عده‌ای از اعضا و طرفداران پکاکا به درخواست آقای اوجلان و چراغ سبز رجب طیب اردوغان از کردستان عراق به ترکیه رفتند. اولش همه چیز خوب بود، اما بعد همونا هم دستگیر شدن یا مجبور شدن برگردن و باز مذاکرات صلح معلق موند. اگه این روند بازم ادامه پیدا کنه و فقط اصلاحات ظاهری انجام بشه، هیچ مشکلی حل نمیشه. Bunları artık örgütlemeye çalıştı. Şu anda burada sadece siz değil, PKK da var. الان چند سالیه که پژاک هم اینجاست. حرف و حدیث های زیادی هم درباره روابط شما با این گروه وجود داره. پژاک بعضی وقتا این رابطه رو هم انکار کرده. شما خودتون چی میگین در این باره؟ پژاک سیزن bu konunun gerçekten çok iyi. در حال حاضر چه ایران و چه ترکیه و حتی آمریکا و اروپا در مورد این سوال دارن بحث میکنن و میگن پژاک همان پکاکاست، اما چنین چیزی درست نیست. پژاک از نظر ایدئولوژیک به ما نزدیک هست، اما رهبری و مدیریت خاص خودشونو دارن. از اونجا هم که دیدگاهشون به ما نزدیکتره، ما هم روی اونها تاثیر میذاریم و با پژاک رابطه داریم. اینجا ایران اما خیلی روی این موضوع پافشاری میکنه و هی میگه پژاک پکاکاست و پکاکا هم پژاکه، و به جای اینکه بره با اونها صحبت کنه میاد با ما صحبت میکنه. فقط پژاک ایرادیدر یونتمی وار باشقانی وار. ایران gelip sizinle mi konuşuyor? ایران اومده با شما صحبت میکنه. diyor پژاک için. Evet, şimdi öyle bir ilişki sistemimiz yoktur. در گذشته این گفتگوها مستقیم تر بود، اما سر همین مسئله پژاک روابط اون با ایران کمتر شده. ایران از ما خواسته که رابطمون رو با پژاک قطع کنیم تا با ما کاری نداشته باشه، اما ما نمیتونستیم اونطور که اونها میخوان این کار رو بکنیم. در واقع این همزمان شد با وقتی که پژاک سعی میکرد با آمریکا رابطه برقرار کنه. آمریکا هم از پژاک میخواست رابطهشون رو با ما قطع کنن، اما پژاک چنین چیزی رو قبول نکرد. ما هم متقابلا درخواست ایران رو رد کردیم. با این حال ایران الان هم داره با ما درباره پژاک به طور غیر مستقیم مذاکره میکنه. پکی شو اندا ایرانن بمباردمانی
konusunda. خب الان که ایران داره قندیل رو بمباران میکنه، پژاک داره به تنهایی میجنگه و شما نقشی ندارین. به هر حال قندیل یکیه و هر دوی شما هم در این منطقه هستین. Siz yardımcı oluyor musunuz yoksa tek başına mı? ایرانın قندیله و اول باید بگم که حملات ایران که خیلی از روستاهای کردستان جنوبی یعنی اینجا رو خراب کرده، فقط مبارزه صرف با پژاک نیست. حتی این فقط ایران نیست که داره میجنگه. ترکیه و آمریکا هم پشت این بمباران ها هستن. کمال کرکوکی نماینده پارلمان کردستان عراق میگه ایران و آمریکا درباره قندیل دارن با هم گفتگو میکنن. البته من نمیدونم، تنها چیزی که میتونم بگم اینه که همزمان با بمباران این منطقه به وسیله ایران، شبانه روزی هواپیماهای تجسسی آمریکا هم پرواز میکردن و شاید اطلاعات رو به ترکیه مخابره میکردن و ترکیه هم اونها رو به ایران میداد. در واقع الان ایران رو یه جوری توی خط مقدم گذاشتن. هدف اصلی تضعیف کردها در منطقه است. بو سالدرین اماجی سادجه پژاک پکیکه ده دیل. بالاخره دارین با ایران توافق میکنین یا پژاک رو حمایت میکنین یا میجنگین، کدومش؟ biz İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı PKK olarak bir savaş ilan etmiş değil. ما به عنوان PKK با جمهوری اسلامی اعلان جنگ نکردیم و نمیخواهیم هم که بجنگیم. حتی به پژاک هم پیشنهاد کردیم که در چنین موقعیتی که ایران از جوانب بین‌المللی هم تحت فشاره، به جای مبارزه مسلحانه راه حل سیاسی در داخل این کشور رو در پیش بگیره، مگر مواقعی که به اونها حمله میشه. همزمان به ایران هم میگیم از سرکوب کردها، اعدامها و حمله به قندیل دست برداره. اگر ایران حملاتش رو متوقف کنه، مطمئنم که پژاک هم به پیشنهاد ما جدیتر فکر خواهد کرد. این درخواست رو ما هم از طریق شما میخواهیم به گوش هر دو طرف برسونیم و برای اولین بار به واسطه شما بگیم که ما تدابیری در نظر گرفتیم و در حال حاضر سعی میکنیم نیروهای خودمون رو جایگزین پژاک در مرز ایران کنیم و اونها رو به عقب رفتن راضی کنیم. اما چنین چیزی لازمش توقف حمله های ایرانه. اگر ایران به حملاتش ادامه بده، دیگه انگار داره به ما حمله میکنه و اون وقت ما مجبور میشیم طور دیگه ای رفتار کنیم و وارد نبردی بشیم که چنین چیزی رو نمیخوایم. ایران سالدرلن دام ادرسه، artık biz de yeni karar almak zorunda kalacağız.